با گذشت یک سال از اعتراض‌های مرگبار آبان ماه 1398، مروری داریم بر روز شمار گسترده‌ترین اعتراض علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران که در ده‌ها شهر ایران برپا شد و دیدگاه کارشناسان امور ایران درباره آن. گزارشی از اشکان سلطانی در این باره. اعتراضات آبان سال گذشته در پی گرانی ناگهانی قیمت بنزین از جمعه شب 24 آبان در چند شهر ایران از جمله مشهد و اهواز آغاز شد. تلویزیون حکومتی ایران در نخستین ساعات جمعه افزایش 3 برابری قیمت بنزین را اعلام کرده بود. اعتراضات در نخستین ساعات به طور آرام برگزار شد و مردم در کلان شهرهای ایران با خاموش کردن خودروهای خود در خیابانها و دادن شعارهایی چون پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده و مرگ بر گرانی، به گرانی بنزین اعتراض کردند. اما نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی به معترضان حمله کردند. اما با انتشار گزارش‌هایی از حمله نیروهای امنیتی به معترضان در برخی از شهرها و واژگونی چند خودروی نیروی انتظامی توسط معترضین، اعتراض مسالمت‌آمیز به سرکوب معترضین درآمد. رژیم جمهوری اسلامی 24 ساعت پس از شروع اعتراضات اینترنت را در کشور قطع کرد تا از انتشار اخبار سرکوب جلوگیری کرده و تلاش معترضان را برای هماهنگی ناکام بگذارد. در حالی که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت سعی در جلوگیری از انتشار اخبار سرکوب را داشت، سازمان عفو بین الملل در اواخر آبان ماه بر اساس اولین سری از گزارش‌های دریافتی خود مرگ دست کم 106 نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی را تایید کرد. همزمان با وصف شدن اینترنت در ایران، تصاویر بیشتری از تیراندازی ماموران و کشته شدن معترضان آبان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان منتشر شد. روز دوشنبه 2 دی خبرگزاری رویترز در گزارشی ویژه اعلام کرد که منابع او با خبر شدند که در سرکوب اعتراضات آبان حدود 1500 تن از معترضان کشته شدند. با انتشار این گزارش، سیلی از واکنش‌ها خواستار پاسخگویی مقامات تهران به نحوه برخوردشان با اعتراضات شدند. جیسن برادسکی، رئیس شورای سیاست‌گذاری گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا در واکنش به گزارش رویترز در مورد دستور علی خامنه‌ای به کشتن معترضین گفت: باید در دادگاه کیفری بین المللی دنبال شود. به نظرم از دو منظر میشه بهش نگاه کرد. یکی اینکه رژیم ایران واقعا از مردم میترسه و تظاهراتشون رو تهدید بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی میپنداره. جنبه دیگرش اینه که گزارش سند دیگری است که بر پیشینه 40 ساله جنایت علیه بشریت رژیم دلالت میکنه. و فکر میکنم زمان آن رسیده جامعه بین المللی ایران رو به قبول مسئولیت در قبال نقض فاحش حقوق بشر وادار کنه. در همین زمینه، مایکل پریجنت، پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه در مؤسسه هاتسن، به صدای آمریکا گفت ممکن است خامنه‌ای بخواهد از مسئولیت کشتار تفره برود. او کسی است که تصمیم می‌گیرد، اما وقتی مسئله فشارهای بین المللی مطرح است، احتمالاً می‌گوید تقصیر زیر دستان و عوامل خودسر بوده که به دستورالعمل‌های او و قانون عمل نکردند. اما جامعه جهانی نباید گول آن را بخورد. یک مقام سازمان گزارشگران بدون مرز در همان دی ماه اعلام کرد که سازمان ملل با استناد به گزارش رویترز درباره دستور رهبر جمهوری اسلامی به کشتار معترضین تحقیق انجام دهد. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.